خوش اومدید به یکی از جذابترین تاپ 20 های موزیکلند. توی این برنامه میخواییم 20 آهنگ برتر داریوش اقبالی رو از نگاه شما با رأی و نظر شما بررسی کنیم، ببینیم کدوم آهنگ ها توی کارنامه هنری داریوش از دید شما بهترین هاست. ندید برنامه جذابیه، پس تا آخر با ما همراه باشید. موزیکلند، رسانه اختصاصی موسیقی ایران. سلام، من علی حسین پور هستم و اینجا رسانه موزیکلنده. توی نظرسنجی 20 آهنگ برتر داریوش اقبالی به انتخاب و رأی مخاطبین رسانه موزیکلند حدود 650 هزار تا رأی جمع شد برای 65 آهنگ مختلف. توی این برنامه بررسی میکنیم که اکثریت نظرشون با کدوم آهنگهای کارنامه داریوش اقبالی بوده. انتقادی که به ما زیاد شده بود این بود که چرا فلان آهنگ نیست، چرا این آهنگ رو توی مثلا لیست قرار ندادید. دوستان، بارها این قضیه رو توضیح دادیم، ما آهنگا رو انتخاب نمی کنیم. 60 آهنگ اولی که خودتون پیشنهاد می کنید رو توی نظرسنجی می ذاریم، خودتون هم در انتخابش رأی میدید. تمام جذابیت این برنامه همینه، یعنی به انتخاب و رأی شما اگه قرار باشه ما انتخاب کنیم که دیگه هیجانش رو از دست میده. بریم از سال 64 شروع کنیم. تک آهنگی که سال 69 توی آلبوم نازنین که آلبوم گردآوری شده بود هم منتشر شد، یکی از کارهای بسیار پرطرفدار داریوش، کلام استاد قلم اردلان سرفراز، ملودی زیبای فرید زولاند و تنظیم منوچهرخان چشم‌آذر. کار با استرینگ شروع میشه و اوورتور آهنگ هم بر اساس ملودی کلامه. اثر بسیار زیباییه که سالا جز بهترین های داریوش اقبالیه و حتما شنیدید و دوستش داشتید که 77% رأی بهش دادید و شماره 20 لیست بهترین های داریوش شد. شماره 20، نازنین. ای نازنین، ای نازنین، در آینه ما را ببین. عشق و شعور و اعتقاد، کالای بازار کساد، سوداگران در شکل دوست، بر نارفیقان شرم باد. بی نظیر این ترانه. بریم سال 82، آلبوم دوباره میسازمت وطن. توی این آلبوم در کنار استاد محمد شمس و کاوه حقیقی، داریوش خودش هم ملودی ساخته. اما کاری که 77% رأی از شما گرفت، شعرش از سیمین بهبهانی بود، ملودی خود داریوش و تنظیم اریک ارکاند، یه کار ملی میهنی که تهمایه اعتراضی داشت، به انتخاب شما جایگاه 19 میرسه به دوباره میسازمت وطن. دوباره میسازمت وطن، دوباره میسازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش. دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل اشک روان خیش. اگرچه 100 سال مردم، به گور خود خواهم ایستاد که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم، اگر بود جوانی آغاز میکنم کنار نوباوگان خیش. روح سیمین بهبهانی شاد. این بار بریم سال 1350 و ملودی پرویز مقصدی. اگه یادتون باشه توی برنامه های قدیمی تر گفته بودیم پرویز مقصدی یه گروه داشت به اسم واریته 6 و 8 که جز اولین گروه های موسیقی پاپ بود. اونجا هم خواننده های زیادی مثل نلی، سولی، آرتوش و داریوش اجرا می کردن. واسه همین تا قبل از انقلاب کارهای زیادی با صدای داریوش منتشر شده که سازنده کارها پرویز مقصدیه، مثل حسود، تو سینه این دل من میخواد آتیش بگیره که کلام دکتر ایرج رزمجو بود. اما سال 51 پرویز مقصدی کاری ساخت واسه داریوش روی کلام مصطفی جاویدان. مصطفی جاویدان خودش هم خواننده پرطرفداری بوده، به خاطر سبک کوچه بازاری و ترانه‌هاش به اسم درویش جاویدان هم میشناختنش. کلام مصطفی جاویدان، ملودی و تنظیم پرویز مقصدی از شما 78% رأی گرفت و توی جایگاه 18 ایستاد. به من نگو دوست دارم، به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه. دکتر ایرج رزمجو از اون ترانه نویسای کمکاری بود که اغلب ترانه‌هاش موندگار شد، یعنی شماره 17 لیست هم از همون کار هاست. سال 63 فرید زولان یه آلبوم تولید کرد با 3 تا خواننده، داریوش، ابی هایده، که توی این آلبوم یارب و توکنیسی رو برای هایده ساخت، غریبه و قاصد رو برای ابی و سهم
داریوش هم دوتا کار بود، اولیش تکیه برباد بود با ترانه لیلا کسرا، دومین ملودیش هم از محمد حیدری بود که سالها قبل برای حسن خیاطباشی ساخته بود، مجری معروف تلویزیونی. داریوش هم توی آلبوم یارب با تنظیم آندرانیک این کار رو به یاد حسن خیاطباشی بازخونی کرد، اما انقدر اثر خوبی حزاب در اومد که کارو مال خود کرد با 80% رأی موافق شما توی 20 آهنگ برترش. دل من 17 شد. بریم سال 89، یکی از بهترین آلبوم های داریوش اقبالی، آلبومی که شخصا معتقدم همه کارهاش درجه یک بودن، از ایده ترانه ها، اجرا، ملودی و تنظیمی مثلث بسیار موفق که حاصل شد آلبوم دنیای این روزای من. همه ترانه از روز به بمانی، ملودی و تنظیم همه کارها هم از علیرضا افکاری بود. توی این آلبوم یه کار خیلی جنجالی وجود داشت که ازش برداشت های سیاسی شد، ولی من شخصا معتقدم که یه ترانه صرفا عاشقانه بود که معمولا توی کلام روز به بمانی از این دست مازوخیسم ها میبینیم. ترانه‌ای که قطعا شما هم دوست داشتید و با 80% رأی موافق در بهترین های داریوش جایگاه 16 رو بهش دادید، شکنجه‌گر. قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد، قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد، تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد، عذاب می کشم ولی عذاب من گناه نیست، وقتی شکنجه گر تویی شکنجه اشتباه نیست. بازم آلبوم دنیای این روزای من و باز هم مثلث داریوش بمانی افکاری، این بار هم یک عاشقانه دلنشین دیگه که با 81% رأی شما 15 شد. به نظرتون کدوم کاره؟ سراب رد پای تو کجایه؟ تو آهنگ سکوت تو به دنبال یه تسکینم، صدایی تو جهانم نیست فقط تصویر میبینم، یه حسی از تو در من هست که میدونم تو رو دارم، واسه برگشتن تر شب درا رو باز میذارم. نمیدونم علیرضا افکاری و روز به بمانی چه مشکلی دارن که دیگه با هم دیگه کار نمیکنن، ولی یه تمومش کنید دیگه، خدایا یه تماسه، یه حالت چطور است، تموم کنید این اختلاف و این همه کارهای خوبی که با هم دیگه ساختید، ارزش دوباره تکرار شدن رو داره واقعا. آقا گل و شیرینیش هم با من، تموم کنید این اختلاف رو. مبارک باشه دیگه، بیارم ناپلونیده. بیار ناپلونیده. برم بگیرم بیام. نه گرفتی هنوز؟ سرو بمیرم قایم شهر میگیرم میام. بریم سال 1383، آلبوم راه من، آلبومی که همه ملودیاش از فرید زولان بود، ترانه هاش هم از اردلان سرفراز، شهریار قنبری و ایرج جنتی عطایی، تنظیم هم از تیگران ساکیان. مگه میشه اصلا همچین آلبومی خوب نباشه؟ توی این آلبوم استاد جنتی عطایی دوتا کار داشت، یکیش روزنه بود که توی نظرسنجی به 20 اول نرسید، اون یکی با 81% رأی شما 14 شد. میرسیم به جادوی بی تکراری به نام چکاوک. گریه نمی کنم نرو، آخ نمی کشم، دست کدوم غزل بدم نبض دل عاشقم و، پشت کدوم بهانه باز پنهون کنم حقیقم و، گریه نمی کنم نرو، آه نمی کشم بشین، حرف نمی زنم بمون، بغض نمی کنم بمون. خودتون قضاوت بکنید که از این کلام به چه ترانه های بی محتوای امروز رسیدیم. بریم سال 69، آلبوم مشترکی از ابی و داریوش و فرید زولان، ملودی همه کارها رو ساخته بود. توی این آلبوم 5 ترانه بود که سهم ابی رازقی و ستاره دنباله‌دار بود و داریوش هم آهای مردم دنیا و سهم من رو خون. اصلا کار سختی نیست که بدونیم کدوم آهنگ 13 شده. اگر بگم جنجالی ترین همخوانی قرن سر اینکه کارپاسه یکی ساخته شده، همه تو متوجه میشید. ترانه شهریار قنبری، ملودی فرید زولان و 8 تنظیم جادویی منوچهر چشم‌آذر، 84% رأی آورد و 13 شد. این دفعه بریم سال 1351، فیلمی که کارگردانش آرش زرندی بود، موزیک متنش رو انوشیروان روحانی ساخت و رضا بیکی‌مانوردی بازیگر نقش اولش بود. اسم فیلم هم گذر اکبر بود. توی این کار یکی از ترانه ها رو داریوش اجرا کرد که کلامش از محمدعلی شیرازی بود، ملودی و تنظیمش هم از انوشیروان روحانی. این کار از سال 51 تا امروز جز بهترین های داریوشه، با 85% رأی موافق شما 12 بهترین های داریوش اقبالی میرسه به زندونی.
دردی که دل تنگه پایدشیه آزادی زندگی. به به، رسیدیم به واروژان بزرگ، رسیدیم به سال 53، یکی از زیباترین ترانه‌های شهریار قنبری که با ملودی و تنظیم جادویی واروژان و صدای داریوش نزدیک به 14 است ماندگار. با 86% رأی موافق شما جایگاه 11 بهترین های داریوش رسید به بوی خوب گندم. بوی گندم مال من، هرچی که دارم. هرچند که خیلی ها بوی خوب گندم رو یک ترانه سیاسی اجتماعی می دونستن، اما ایرج جنتی عطایی توی کتاب مرا به خانه‌ام ببر گفته بود که این یک ترانه عاشقانه است که برای یک معشوق خارجی نوشته شده و سیاسی نیست. در واقع این کار برای فیلم زیر پوست شب که کارگردانش فریدون گله بوده نوشته شده. در نهایت استفاده هم نشد توی این فیلم و نظرش اینه که نباید از این کار برداشت سیاسی بشه. نظر شما چیه؟ به نظرتون این کار سیاسی بوده یا نه؟ یا عاشقانه است؟ دوباره بریم سال 69، آلبوم نون و پنیر و سبزی. بازم فرید زولاند، این بار با کلام اردلان سرفراز. همیشه دوست داشتم بدونم چی به سر اردلان سرفراز گذشته که این ترانه رو گفت. از چی میتونست انقدر رنجیده باشه که همه دنیا رو خالی از عشق ببینه؟ ترانه ماندگاری که با 86% رأی شما دهم شد. اگه عشقی نباشه آدمی نیست، اگه آدم نباشه زندگی نیست. نپرس از من چه آمد بر سر عشق، جواب من به جز شرمندگی نیست. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا. سال 55 و مثلث طلایی سرفراز، زولاند آندرانیک. یه ترانه بسیار زیبا که البته با ملودی شوشتری زولاند و جادوی آندرانیک جون گرفت. یکی از شاخصهای کارنامه داریوشه. در واقع خیلی ها با این کار داریوش رو میشناسن، شناختن. 87% رأی بهش دادید. ترانه شقایق. دلم مثل دل شقایق. استاد اردلان سرفراز توی کتاب از ریشه تا همیشه گفته بود این کار رو، یعنی شقایق رو، برای خسرو گل سرخی نوشته، اما جناب جنتی عطایی نظرش این بود که هیچ ویژگی مرتبطی بین شقایق و خسرو گل سرخی نیست. نظر شما چیه؟ حتما واسمون بنویسید. بریم سال 57، آلبوم گلایه ها، همکاری شهریار قنبری، فریبرز لاچینی و تنظیم منوچهر چشمازر. 89% رأی بهش دادید و توی جایگاه 18 سقوط قرار گرفت. حالا تو دست بید صدا دشنه ما. این دفعه آلبوم گل بیتا که سال 78 منتشر شد. توی این آلبوم ترانه‌ای از لیلا کسرا، ایرج جنتی عطایی و تورج نگهبان منتشر شد. آهنگسازی صادق نجوکی هم سهم زیادی داشت توی آلبوم گل بیتا. شیرین شیرین رو با ترانه لیلا کسرا و گل بیتا هم با ترانه ایرج جنتی عطایی ساخت که هر دو جز بهترین های کارنامه داریوشن. اما یه کار دیگه هم توی این آلبوم داشت که شاید بشه گفت با کلام زیبای مینا جلالی یکی از عاشقانه ترین کارهای تاریخ موسیقی پاپ رو تشکیل داد. با 89% رأی شما در جایگاه 7 تاپ 20 داریوش میرسیم به شام مهتاب. تو اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گل. قلم زد نگاهت به نقش آفرینی که صورتگری رو نبود این چنینی. پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شوق تماشا کشیدی. اگه دوستانی هستن که شما مهتاب رو تا الان نشنیدن، حتما توی لیست بهترین آهنگاتون باشه، بشنویدش و لذت ببرید. سال 55 یه مثلث طلایی دیگه، ایرج جنتی عطایی، زولاند و واروژان. تک آهنگی که بیشترین درخواست رو توی کنسرت های داریوش داره و خیلی از طرفدارای دو آتیشه داریوش این آهنگ رو بدون تردید بهترین اثر کارنامه داریوش میدونن. اگر صرفا طرفدارای داریوش توی این نظرسنجی بودن، اول یا دوم میشد این آهنگ. اما با 90% رأی شما توی لیست بهترین های داریوش اقبالی ششم شد. جادویی به اسم یاور همیشه مؤمن. تو برو. باز هم یه فیلم دیگه، اما این بار سال 56، باز هم موسیقی متن فیلم، این بار کارگردان سیروس الوند بود.
بازیگرای فیلم هم داریوش و شهره بودن. اسم فیلم هم که اگه بگم دیگه شماره 5 رو رفته. ترانه ایرج جنتی عطایی بود و ملودی و تنظیم بابک بیات. 91% رای گرفته، از شما و پنجم شده. خیلی دارم زور بی خود میزنم که لونره نه. چه کنم؟ شماره 5 شاهکاریه به نام فریاد زیرا. زیافت های عاشق را دوباره بریم سال 89، آلبوم دنیای این روزای من. باز هم روز به بمانی و افکاری و این بار توی جایگاه چهارم بهترین های داریوش به انتخاب شما. 91% رأی موافق گرفت، عاشقانه ای که نیاز به تعریف نداره. شماره 4 دنیای این روزای من. دنیای این روزای من هم قد تن پوشم شده. در حسرت فردای تو تقویمم و پر میکنم، هر روز این تنهایی و فردا تصور میکنم. هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. بدون اینکه تقلب بکنید برید بنویسید کدوم کارها اول تا سوم شده. رسیدیم به ستای اول. داستان به وجود اومدن شماره 3 رو همه شنیدیم. داریوش و داوود بهبودی تو مسیر شمال بودن و ملودی رو با هم دیگه شروع میکنن بداهه زمزمه کردن. بعد از رسیدنشون به رامسر، اردلان سرفراز اضافه میشه و ترانه رو مینویسه. یه نکته خیلی مهم داره این داستان، اینکه ترانه روی ملودی نوشته شده، اما انقدر استادانه این کارو انجام داده که فقط باید شنید و لذت برد. سال 57 آلبوم ایش، ترانه اردلان سرفراز، ملودی داوود بهبودی و تنظیم اریک ارکان. چند سال پیش هم یه اجرای دو نفر از این آهنگ منتشر شد که داریوش و فرامرز اصلانی مشترک کار رو اجرا کردن. 93% رای بهش دادید و جایگاه سوم رسید به ایش. تو که معنای عشقی به من معنا بده، تو که معنای عشقی به من معنا بده ای یار. دروغ این صدا را به گور قصه ها بسپار، صدا کن اسممو از عمق شب از نقب دیوار. برای زنده بودن دلیل آخرینم باش، منم من بذر فریاد خاک خوب سرزمینم باش، طلوع صادق عصیان من بیداریم باش. این کلام روی ملودی نوشته شده، واقعا شاهکار. این بار بریم سال 51، فیلم دشنه. کارگردانش فریدون گله بود، بهروز وثوقی بازی میکرد و آهنگساز فیلم هم واروژان بود. تیتراژ کارو داریوش خون، ترانش هم باز کار استاد اردلان سرفراز بود، ملودی حسن شمایی‌زاده. داستان این ترانه اینطور بوده که بعد از فوت پدرش اردلان سرفراز میره داراب و میگه احساس میکردم نگاه ها به من یه طور دیگه است و یه حس یتیم بودن داشتم و این ترانه رو بر اساس اون حال و هوای خودم نوشتم. با ملودی حسن شمایی‌زاده و تنظیم واروژان 95% رأی آورد و شماره 2 لیست بهترین های داریوش به انتخاب شما شد. جادویی به اسم دستای تو. ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. بریم سراغ شماره 1. این کار هم زیاد نیاز به توضیح و تفسیر نداره. بازم ملودی حسن شمایی‌زاده است که سال 51 ساخته شد برای داریوش روی ترانه اردلان سرفراز. البته این ترانه رو هم اردلان سرفراز برای پدرش نوشته، بعد از اینکه متوجه میشه که فوت کرده پدرش. چند روز به گفته خودشون گیج و منگ بوده، حتی گریه هم نمیتونسته بکنه، تا اینکه برای حال و هوای این روزهاش این ترانه رو میگه. توی 20 آهنگ برتر اولین باره که یه نفر هتریک میکنه. شماره 3 ای عشق اردلان سرفراز، شماره 2 دستای تو اردلان سرفراز، شماره 1 هم اردلان سرفراز نوشته. 95% رأی قاطع بهش دادید و شماره 1 شد چشم من. اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد. اگه به برنامه های تاپ 20 علاقه دارید، یه پلیلیست داریم از برترین آثار هنرمندهای مختلف، حتما سر بزنید ببینید و از این برنامه ها مطمئنم خوشتون میاد. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. برامون نظراتتون رو بنویسید، همه رو میخونیم و تا جایی که بتونیم جواب میدیم. برنامه رو لایک بکنید، اگر دوست داشتید با دوستانتون هم به اشتراک بذارید و یه کامنت فینگلیش هم واسه همون بذارید که حسابتون نریزه. اول پول، دوم سلامتی و سوم آبرو آرزو میکنم واسه تون. تا یه قسمت دیگه در رسانه موزیکلند، خدا نگهدار. Thank you.